با درود خدمت دوستان گرامی در این درس یک سری از تفاوت های بین وان اپ زایت ویلانگ و فور رو میخواستم بهتون بگم چند تایی از دوستان این رو سوال کردن چندین بار پرسیدن با اینکه تو درس اصلی کم و بیش گفتیم ولی در یه درس اینا رو خلاصه کنیم من بعد نیست وان معنی کی هست وان کامز تو کی میای Ich کام morgen. پس جوابش کی مثلا میتونیم بگیم morgen، فردا Übermorgen, اوبا مارگن پس فردا نیسته هفته بعد وان کومسو این هفته هفته بعد ایش کومه نیسته موند نیسته موند سال بعد میان به هر میتونه گذاشتن باشه مثلا وان وارستو این داشت لند وارستو کی تو آلمان بودی؟ میتونم بگم لیتس تسیا لیتس تباخه لیتس گستان لیت همه رو میشه گفت پس وان به معنی کی هست که نه با ون اشتباه کنیم ون به معنی وقتی که مثلا غف میشن غف میشن بهم زنگ بزن غف میشن ون دو when do to وقتی که خونه رسیدی یا خونه هستی یعنی که اینجا وسط جمله اومده فعلا انداخته آخر پس وان به معنی کی هست که اینو مشکلی نداری احتمالاً اپ به معنی از یه تاریخی از نظر زمانی بخوایم حساب کنیم میگیم از اون تاریخ به بعد از یه زمان به بعد مثلا کلاس آلمانی کی شروع میشه وان فنگت آن وان فنگت آن کی شروع میشه وان Wann fängt dein Deutsch Deutschkurs an? کلاس آلمانی کی شروع میشه؟ شما میگید از هفته بعد. آب آب übermorgen از پس فردا. میگه که این آب به معنی از اون به بعد هست. آب بعدش بچه بعد داتیو میاد. آب پلوس داتیو. که البته تو روزمره ممکن آکوزاتیو هم بشنوید. دلیلش هم اینه که آب آکوزاتیو میشنوید اینه که معمولا بعد از آب آرتیکل نمیگم ببین مثلا آب مورگن اب اوبرمورگن یا اب بخوام بگم از هفته بعد اب نیست از هفته بعد نیست فخه از وقت هفته بعد به اون طرف میبینید ولی تو روزمره ممکنه بشنوید اب نیست فخه یا حالا یکی ممکنه این روزمره است دیگه مثلا بخوام بگم از ماه بعد میگم اب نیستم مونات داتیف در مونات نیستم مونات ممکنه روزمره اب نیستن مونات بشنوید بس تعجب نکنید این چون زیاد به کار نرفته ممکنه بعضی مواقع حتی موتش اون نیتیو سپیکر ها هم زمان مادریشون هستم از اکوزاتیو استفاده کنن خلاصه اینو بدیم مثلا از یکی یک دوزار و بیز اب دم ارستن ارستن 2021 سایت هاوز از یکی یکی دوزار و یک اب مثلا م? حالا اینجا در این موارد میتونیم اپ اصلا اینجوری هم بگیم حالا حتما آرتیکل نباید باشه ولی پس اپ به معنی از کی هست میبینید که آینده از بچه ها وان فنگ دن کورس ان وان فنگ done دوش اپ از فردا میبینید از فردا به بعد همیشه معنی کنید از هفته بعد به بعد از هفت ماه بعد به بعد یعنی از اونجا دیگه زمانی است که شروع میشه آب میتونه مثلا معنی دیگه هم داشته باشه که ربطی به زمان نداشته باشه مثلا آب هاوبت بانهوف هاوبت بان هوف یعنی از بانهف اصلی از اسکا اصلی حرکت مثلا میکنه این قطار حالا به یه جایی میره آب اینجا اینجا معنی آب معنی همون فون فون هست با فون میشه گفت میتونیم بگیم فون هاوپ بانهوف. که معنی اصلی فون از هست از اصلی فون هست بچه ها که فون دیم میشه فون اینجا هم اب هاوپ بانهوف. اینجا هم که داتیو استفاده نکردن همینجوری میگن مثلا اپ هاوپ بانهوف. مثلا در سوک فیرد اپ هاوپ قطار از ایسکا اصلی قطار اصلی حرکت میکنه میتونیم بگیم اینجا معنی فوم هست فوندیم فوم مثلا ممکن یه هم همراهی کنی تا یه جایی مثلا از اونجا به بعد بگی دیگه خودت بری اپ هیا اپ هیا مستو الهینگه هیا از الان از اینجا به بعد میبینید حالا پس زمان هم مکان هم میتونه باشه میبینید ولی ما اینجا زمان شد حالا داریم بررسی میکنیم زمان هم مکان هم باشه باز به بعد از یه جا به بعد اینجا اگه زمان باشه از یه زمان به بعد آینده است میبینید زایت و جا گز... از گذشته شروع میشه میاد به حال به معنی از زایت گستن از دیروز یعنی از دیروز تا حالا پس تا حالا را بذارین روش که معنیش فقط دقیق تر بفهمید زایت گستن ها آبی... به ایش از دیروزه که سردرد دارم از دیروز سر دادم زایت گستن. از کی از دیروز که اینو مثلا جای زایت میتونم بگم زایت وان. از کی ممکنه دکتر بفر ازتون بپرسه زایت وان. از کی هابنزی زی از کی سردر دارید که دقت کنیم که این زمان حال رو استفاده نمی کنیم, با اینکه از گذشته است تا الان ولی میگیم زایت گستن ایش میبینید زایت وان هستو یا هابن ممکنه بگیم از امروز این که اینجوریه زایت هایت میتونم بگیم از ساعت هشت زایت اخت او زایت اخت او گستن از ساعت هشت دیروز مثلا زایت بعد از زایت بچه اگر بخوایم چیزی بیاریم که آرتیکل بخواد داتیف هست مثلا زایت دیم ارستن ارستن 2000 تاوزن م? مثل داتیف هست مثل اپ هست که بچه داتیف میاد اگه نیاز باشه مثلا بخوام بگم از هفته بعد دیگه اینجا آلمانی همشون دیگه داتیو استفاده میکنن نمیان بعضیشون آکوزاتیو استفاده کنن مثل آب زایت تا وخه از هفته قبل یعنی از هفته قبل تا الان تا الانش الانشو بگید یادتون نره مثلا زایت ببخشید لتستا وخه لتستا وخه از هفته قبل از هفته پیش زایت لتستا وخه بیسیت سو دیگه نمیخواد بگید تا الان زایت لتستا وخه حابه ایش این نیشت مرگ زهن دیگه ندیدمش سایت لیتس تا بخواه این دیگه ندیدمش پس از کی از, از اون تا الان تا الانش همشی یادتون باشه پس میدینید این از گذشته شروع میشه میاد حال ولی آب از یه زمانی تو آینده به بعده ویلنگ معنی چه مدت هست مثلا وی لنگه تو دو دویچ چه مدته داری آلمانی یاد میگیری شما ممکنه بگید زکس مونات شیش شیش ماه زیبن مون این یا یه سال اینجا مثلا با زایت رو میتونید جواب بدید مثلا یه نفر بپرسه وی لانگ لانس تو دوچ چه مدت داری آلمانی یاد میگیری یا آلمانی یاد میگیری شما میتونید بگید زایت این مونات یه ماه از یه ماه تا الان درسته؟ مثلا چه مدت طول میکشه چه قدر زمانی وی داورت دی غیزه سفر چقدر طول میکشه مثلا در فلوک میتونیم بگیم وی لانگ داورت در فلوک پرواز چقدر طول میکشه وی لانگ یه ساعت این منوت یه دقیقه پس چه مدت معنی میده اینو دیگه نیاز نیست اشتباه کنیم با زایت درسته؟ زایت از یه زمانی از قبل شروع شده تا الان مثلا من میتونم بگم زایت 2003 حالا یه نفر از اون پرسیدی وی لنگ لرن سو دوش میتونید بگید زایت 2018. دیگه خوش میتونه حساب کنه <تصفح> تا الان چند ماه و چند روزه نمیخواد که همه رو بگید میتونم بگم زایت مارس 2018. مسلمه زایت دم مرد شاید بگیم حالا حالت داتیف بگیم فور هم برای گذشته است بچه‌ها فور به معنی پیش هست تو فارسی هم ما میگیم مثلا دو روز پیش پیش به معنی جلو هست دیگه درسته مثلا دو روز پیش میتونیم بگیم فور سوای تاگن فور سوای تاگن فور هم از اونایی که داتیو میاد ببینید جمع تاگ ها میشه تاگ ولی اینجا من گفتم فور سوای تاگن ببینید چون جمع داتیو ان میخواد اگر اسم خودش جمع اسم اون جمعش این نداشته باشه ایدم میسای مثلا فور وای تاگن دو روز پیش کی اونو دیدی وان هست تو این گزه وان هست تو این گزه فور زوای تاگن دو روز پیش فور اینا وخه فور اینا وخه یه هفته پیش فور اینم مونت یه ماه پیش فور اینم یار یه سال پیش دقت کنیم حالا اگه بخوام دو بگم فور سوای جمع یا میشه یا غه یه انم میذارم چون داتیف هست فور سوای مونات جمع مونات میشه موناته یه انم میذارم چون داتیف جمع داتیف هست جلو این اینجا حالا فور سوای وخه جمعش میشه وخن دیگه ان داره دیگه ان اضافه نمیذارم دیگه درسته اینجا فور سوای تاگ این نداری این اضافه میذارم جمع داتی اینا دقت میکنیم دیگه دو روز پیش دو هفته پیش دو ماه پیش دو سال پیش یه نقطه در گذشته هست یه نقطه هست در گذشته دو سال پیش فلان چی فلان اتفاق افتاد دو سال پیش رفتم فلان جا میبینید دیگه نمیام بکشمش به حال خب پس فور پیش معنی کنید فور سوای تاگن دو روز پیش زایت از اون موقع از یه گذشته به حالا است چه مدت طول میکشه مثلا یه چیزی چه مدت نیاز دارم که لیسانس بگیرم چه مدت طول میکشه تا خوب بشم همه اینا ویلانگ ویلانگ لانگه وی لانگ وی هم دقت کنیم نمیگیم لانگه لانگ هم حالا اوکی ولی ان و گ وقتی میاد کنار همین حالت تو دماغی میشه لانگ لانگ ویلانگ لانگ ویلان داوارتیغایز پس زایتم گفتم آب هم گفتم از یه زمانی به بعد هست برای اینجا میتونم حتی فوم با فوم بگم مثلا آب با بان هفت از کجا مثلا یه نفر میگه از کجا حرکت میکنی از اونجا شروعته در واقع میتونید بگید آب هاوپ بانهوف یا میتونید بگید فوم با هاوپ بانهف این هم میشه گفت آپ اگه باشه بچا میتونه مثلا آپ رو هم اینجا میتونم یه معنی دیگه بکنم میتونم با حتی با فون بگم میتونم فون بگم فون مورگن آن آن بذارم فون مورگن آن یا این آره معنی از فردا به بعد هست به جای اینکه اینو بگم میام میگم آپ مورگن راحت تر دیگه درسته مثلا به جای اپ نیکست وخه میتونم بگم فون نیکستا وخه آن اپ میتونم بگم von nächstem یا vom nächsten Monat an. پس این آنه بخوایم بگیم با فون بخوام بگیم آنو داریم پس راحت تره که بیایم با آب بگیم درسته؟ وان هم که بعید میدونم اشتباه کنید پس این هم در نظر داشته باشید حالا من چند تا دیگه بهتون میدم که شما بیاید مشخص کنید بعضی مواقع با هر دو میشه گفت مثلا یه نفر بگه ویلانگ لرنس تو دویچ چند مدت داری یاد میگیری میتونید بگید زایت سوایان از دو سال پیش تا الان زایت سوایان زایت سوایان میتونیم اگه بگم زایت سوایان حالا امروز امسال 2020 مثلا به این معنی هست که زایت سوای تاوزن یعنی از دو سال پیش رو در نظر بگیریم زایت پیشش گفتم ولی ب... میاد تا الان یعنی از دو سال پیش تا الان یعنی دو ساله زایت سو یا زایت سی تاوزند حالا اینجا میتونم به زایت هم نگم ویلانگلنس تو دویچ میتونی بگید سوا یاق تموم شد خب امیدوارم که این کلیات این دس هم مورد توجه قرار گرفته باشه چندتا تمرین هم میدم تا بعد چوز